در پایان دو تا روایت یا دو تا جمله از ابوالحسن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام داشته باشم و تتمه سخن را می گذارم برای فردا شب که شب اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. امیر المؤمنین کمیل ابن زیاد نخعی را که یکی از شاگردان مکتبش هست در قسمت‌های مختلف مورد خطاب قرار داده است. در یک قسمتش می‌فرماید یا کمیل الناس ثلاثه، انسان‌ها بر سه قسمت تقسیم می‌شوند: عالم ربانی و متعلم على سبیل النجات و همج رعاع اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستضیعوا بنور العلم فیهتدوا و لم یلجأ الى رکن وثیق فینجو. آی کمیل، مردم به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند. یک، عالم ربانی، عالم و دانشمند الهی. یک، پس بنابراین همه عالم ها به درد نمی خورد. اون عالمی که تمام کارش برای خدا باشد و به تعبیر پدرم که می فرمود عالم ربانی یعنی آخوند خدایی و ملایی که تمام کارش رنگ الهی و مذهبی داشته باشد، برای ریاست و شهرت و گرفتن القاب نباشد، وقف خدا باشد، برای خدا باشد. این سردسته اون افرادی است که فردای قیامت در کنار رسول خدا محشور میشه و اینها از کسانی هستند که فردای قیامت استحقاق شفاعت رو پیدا می نمایند که دیگران را شفاعت کنند. عالم ربانی یک، و متعلم علی سبیل نجات دیگر، محصل و متعلمی که تلاش می نماید تا خود را نجات بدهد. این دو، تلاش کند که به گناه مبتلا نشود، تلاش کند که غرق نشود، تلاش کند که نابود نشود، هوشیار، بیدار، فعال، در این حال با مسئولیتی که داره. سوم، و همجن رعا اتباع کل نائق یمیل مع کل ریح. ایده هم همجر رعا هستن. همجر رعا وقتی به فارسی ترجمه کنیم، نمیدونم در اینجا شما دیدید یا نه، در کشورهای خود ما شما دیدین بعضی پشه ها که دست جمعی از این طرف پرواز میکنن به اون طرف، اون وقت جای پاک و سالم هم نمی نشینه. با کمال معذرت استعمالش اینه که هر جا کثافتی باشد و نجاستی باشد، اینها دست جمعی می روند روی اون کثافت می نشینند و بعد هم وقتی باد تند وزید اینها را از اونجا بلند می کنند و بعد به طرف دیگر می بریم. شما گاهی اگر دیده باشین به دوروبر کله گاومیش یا الاغ 20 تا 30 تا پشه یک جا هجوم میاره دور گوش و دور چشمش میشینیم و وقتی که یک کله دور زد از این طرف میپره به دور دیگهش. گاهی هم باد تند میوزه 15-16 تا پشه را از قسمت صورت یک حیوان یا گاومیش دور میده به این طرف دیگرش. این پشه های دست جمعی گاهی به سمت شمال میشینیم، اون هم روی کثافت، و گاهی هم به سمت چپ میشینه. امیر المؤمنین میفرماید یک ادم این چنین، گاهی اینجاست گاهی اونجا. بدترین و زشترین قشر و گروه هم همین هاییست که برای رسیدن لقمه نانی، برای عیاشی کردنی، برای تملق و چاپلوسی کردنی، برای رسیدن و مقامی، گاهی در این سفره است، گاهی در اون سفره است، گاهی در این محفل است، گاهی در اون محفله، گاهی در این مجمع است، گاهی در اون مجمع است. بدبختی اکثر کشورهای ما هم همین بوده است. همجرعا یعنی کسانی که ثابت
و استوار و پا بر جا نیستن. اینا همون ها هستن. ای کمیل نکند تو از اینها باشی، نکند با اینها طرح رفاقت و دوستی بریزی. ای کمیل یا الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اگر میخواهی رفیق شویم با پاکان و با راستگویان رفاقت کن. ای کمیل اون عالم ربانی تو در ردیف اونها نیستی، اونها در رتبه دیگر و مقام بالاتری هستند، اما تو ای کمیل این قسمت وسط را اختیار کن. متعلمون الا سبیل نجات، تلاش کن خود را به مقصد برسان، تلاش کن خود را به هدف برسان. حد اقلش از قافله عقب نمانی که این قافله پیش می روند و سخت هم می تازن تا به مقصد برسن. اما روش این قافله ها فرق می کند. قافله‌ای به سوی گمراهی می رود و قافله‌ای به سوی نور و روشنی می رود. اما ای کمیل بیدار باش که این قافله را بگیر نه اون قافله را، و بدان که منی علی و خاندان من هم در همون قافله هستیم که به تو گفتم. یا کمیل الناس ثلاثتون، عالمون ربانیون و متعلمون علی سبیل نجات و همه جر رعا. بنابراین ما از بیان ابا عبدالله علیه السلام این چنین استفاده می کنیم: ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. در بعضی از روایات میگه حسین من و اهل بیتشان کشتی نجات است. هر که به این کشتی برسد نجات پیدا می کند و هر که به این کشتی نرسد غرق می شود. غرق در میان رذایل بدبختی. گاهی انسان تصور میکند چطوری غرق میشه. گاهی انسان غرق میشود در خودخواهی، هیچ کسی را نمیبیند، از خود راضی است و از اعمال خود. غرق در تکبر، غرق در لجبازی، غرق در سیالداری، غرق در رقابتکاری های غیر مشروع، غرق در کارهای زشت، غرق در جمع‌آوری مال، غرق در رقابت بازی ها، غرق در مسائل مزخرف پستی که هیچ رنگ بوی در اسلام نداره و ما به طریق میل خود اونها رو آوردیم به اسلام چسبنده ایم، غرق می شود. کدام کشتی می تواند انسان را از میان لجن لجبازی نجات بدهد؟ مکتب حسین. کدام کشتی می تواند انسان را از تکبر خودخواهی نجات بدهد، متواضع و فروتن بار بیاورد؟ مکتب حسینی. کدام مکتب می تواند روحیه عاطفی انسانی را در وجود انسان رشد بدهد؟ مکتب حسینی. در مکتب حسین رحم وجود داره، در مکتب حسین عاطفه وجود داره، در مکتب حسین ایثار وجود داره، در مکتب حسین دیگر دوستی وجود داره. در دنیای امروز هیچ مکتبی این مکتب ما را نداره. کدام نیرو میتواند انسانهای دزد و چاقوکش و انسانهای خطرناک را اصلاح کند، هدایت کند؟ سیروم وصل کردن، سوزن زدن و پیچکاری، شربت خوردن و قرص و تبلیت، هیچ کدام اینها اخلاق رذیله را نمیتواند علاج کند مگر ایمان و مکتب حسین. کدام مکتب میتواند درس عاطفه را به انسان بیاموزد که وقتی انسان مظلوم را ببیند گریه کند، وقتی انسان مظلوم را ببیند متوقف شود، وقتی بر انسان مظلومی داستانش رو بشنود اشکش جاری شود؟ این مکتب حسینه. میگه اگر علی اصغر را اسمش لشنیدی گریه کن، اگر زینب را اسمش لشنیدی گریه کن، که این گریه کردن عاطفه شما را جلا میبخشد و آینه عاطفه و احساسات شما را سیقل میدهد. که در دنیای امروز تنها چیزی که وجود ندارد عاطفه است. این
اینکه شرق و غرب به جان هم افتادن، صدها انسانها را نابود می نمایند و می کشند و خم به ابرو نمی آورند، عاطفه وجود نداره. عاطفه چرا وجود نداره؟ مکتب عاطفه وجود نداره. با حسین آشنا نیستن. اینهایی که در میان خون مردم زندگی میکنن و از استخوان مظلومین چوکی و صندلی درست کردن و بر اریکه ستم تکیه میزنن و صدها انسان از گرسنگی میمیرن، اما او همچنان مست و عربده و شاد و خرم زندگی میکنن. چرا؟ عاطفه ندارن، رحم ندارن، در مکتب دور از عاطفه زندگی میکنن، آغشته به مسائل دین مادی هستن. لذا کسانی که پست مادی دارن، نظامی دارن، معمولا در هر کشوری، حتی شما دیدید پلیس عادی و معمولی را با یک آدم معمولی در کنار هم قرار بدید، او ولو دلش بسوزد اما خود را خشمگین میگیره، میگه من عاطفه نمیفهمم، من رحم نمیفهمم. 70,000 انسان به آتش کشانده شود برای من مسئله نیست. یک کشور چون افغان زمین به خاک و خون آغشته شود برای او مطرح نیست، سیاست برای او مطرح است، مسائل و به اصطلاح منافع مادی و اقتصادی برای او مطرح است، اما مسئله انسان بودن و مسئله آزاد بودن و حقوق دیگران را مطرح داشتن، اینها برای اونها مطرح نیست، چون اینها همه چیز را در وجودشان کشتن و از این گونه مسائل در وجود اونها خبری نیست که نیست. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. بی جهت نیست که 1400 سال تقریبا می گذرد باز هم آشنایان به این مکتب یاد از حسین باید داشته باشد. بی جهت نیست که رهبران ما سفارش کرده اند که حسین فراموش نکنید. من دیگه بیشتر از این مزاحم نمی شوم و بیشتر از اینم شما را خسته نمی سازم. فقط دست جمعی چند جمله ذکر توسلی داشته باشید و خوب است که امشب که شب آینده و فردا شب شب 40 ابا عبدالله علیه السلام است و فردا شب مجلسی داریم که به مناسبت برگشت قافله پیروز خاندان ابا عبدالله به سرزمین کربلا هست. امشب همه من و شما دست جمعی اعم از برادران و خواهران و مادران سری به خرابه شام بزنیم و از اون مسجد تاریک خبری بگیریم و ابراز احساسات و عواطف را در اونجا داشته باشیم، به خصوص که در یک شب در این مسجد خرابه شب حساسی بود. یک دخترک کوچک از ابا عبدالله در چنین شبی سخت ناراحتی میکرد، طوری در میان مسجد خرابه گام برمی داشت که به شبهای گذشته شباهت نداشت. امشب این دختر به گوشه آرام نمی نشیند. در شبهای گذشته وقتی این دختر آفتاب وقتی غروب میکرد، دختر بچه ها را زینب جمع میکرد، همه را در این مسجد خرابه، مسجدی که سقف نداره، مسجدی که شمع نداره، مسجدی که فرش نداره، خرابه است و ویرانه، یک مش زن و بچه کوچک و اسیر با یک مرد به نام امام سجاد در چنین مسجد خرابه. نزدیک غروب آفتاب که میشد هم پلیس اینها را از بیرون جمع میکرد و هم زینب و ام کلثوم. این دخترها نزدیک غروب آفتاب به دیوار مسجد خرابه تکیه میکردند و به مردم و بازار شام نگاه میکردن. گاهی هم شما دیدید که گاهی از اوقات انسانها نزدیکای غروب آفتاب حالت غم و غصه به انسان میگیره، انسان غمگین میشود. این دخترها هم به مردم میبینه، به بازار میبینه، به بچه های کوچک میبینه، دست پدر و مادرش رو میگیره، به خانه ها میبره. این دختر به فکر میفتد که منم کجا خانه دارم. پشت سرش بر میگرده، همون مسجد خرابه است و تاریک. صبر و حوصله این دختر به پایان آمد، بالاخره هم کوچک است و هم معصوم و محدود.
امشب ای به مسجد خرابه حالت دیگر داریم. هر شب که می آمد خشتی را زیر سرش می گذاشت، سهمیه نان خودشو می خورد و سرشو می گذاشت و می خوابید و بلند می شد. اما این دختر امشب آرام نمی گیره، از این گوشه به اون گوشه، گاهی بهانه بابا می گیره، گاهی گریه می کند، گاهی به اونجا می نشینه، گاهی به اونجا می نشینه، گاهی هم روی خاک می نشینه، با انگشت خود روی خاک اسم باباشو می نویسه، می نویسه یا ابتا یا حسین کجا هستی که از دخترت خبر نداری. گاهی هم خودشو به دامن عمه زینب بندازه، عمه دلم از غصه تنگ شده میمیرم، امشب ناراحت این دختر. عمه جان امشب زجر باب افغان میکنم، عمه جان امشب زجر باب افغان می کنم، من پریشانم جهانی را پریشان می کنم، گرچه من طفلم ولیکن طفل عاشق زادم، گرچه من طفلم ولیکن طفل عاشق زادم، اقتدا بر باب خود شای شهیدان می کنم، اما جان باب من جان داد، باب من جان داد، تن بر ذلت و خاری نداد، پیروی من از شی آزاد مردان می کنم، بایزیدی دون بگویید، بایزیدی دون بگویید، از من ویران نشین، بایزیدی دون بگویید، از من ویران نشین، چی خانه ظلم تو را با ناله ویران می کنم، خانه ظلم تو را با ناله ویران می کنم، ای جنایتکار من با روی سیلی خوردم، ای جنایتکار من با روی سیلی خوردم، این شبی تاریک را صبح درخشان می کنم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.